ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق، محدث و فقیه بزرگ شیعه، در حدود سال 306 قمری در قم به دنیا آمد. محمد از کودکی دانش دینی را نزد پدرش یاد گرفت. در جوانی برای جمع‌آوری و نشر احادیث به شهرهای همچون بلخ، بخارا، کوفه و بغداد سفر کرد و به خاطر امانتداری و صداقت در نقل روایات به شیخ صدوق شهرت یافت. سال 339 قمری شیخ صدوق که از بنیانگذاران فقه شیعه بود به دعوت رکن الدوله دیلمی به ری مهاجرت کرد. به مرور قدرت علمی و استدلال‌های محکم او باعث بالا رفتن جایگاهش نزد رکن الدوله شد، به حدی که شیخ را در تمام مجالس فرا می‌خواندند و در یکی از مناظرات وقتی فردی از درباریان به شیخ صدوق شبهه اعتقادی نسبت داد، رکن الدوله به حمایت از شیخ پرداخت و فرد ملحد را توبیخ کرد. ابن بابوی شاگردان بسیاری مانند شیخ مفید را پرورش داد و حدود 300 جلد کتاب نوشت که من لا یحضره الفقیه و مدینة العلم از مهمترین آنهاست. این عالم عالی قدر که شیخ طوسی او را رئیس المحدثین و شیخ جلیل القدر می دانست، سال 381 قمری در شهر ری درگذشت. بعدها قبرستان ابن بابوی در اطراف مزار او ساخته شد.